سلام به شما، خیلی خوش اومدین. خیلی خیلی خوش اومدین. خب یکم صبر میکنیم که دوستان بپیوندن، به ویژه مهمان این لایومون در واقع مانیا اکبری. امروز دعوت منو پذیرفتن که با هم یه گفتگویی داشته باشیم و فکر میکنم که گفتگوی مهمی هست، بنابراین صبر میکنیم کمی تا خودش برسه و بحث رو شروع میکنیم. فقط اگر همین اول به من بگید که آیا صدا خوب هست، این خیلی کمک میکنه. سلام به شما. صدای من واضحه، صدا رو راحت میشنوین. خیلی عالی. من فکر کنم مانیا هستم. مانیا جان لطفاً یه درخواست بدین به من، یه درخواست بدین که من بتونم شما رو بیارم بالا. اوکی. پرفکت. اجازه بدین. سلام به شما. سلام شهر جان، خیلی خوشحالم که میبینمت. منم همینطور عزیزم، خیلی خیلی خوشحالم. مرسی که اومدین. فکر میکنم هم صدای من خوبه، هم صدای شما، هم تصویر من، هم تصویر شما، و این خب خیلی خیلی اتفاق خوبی. من کامل صدای شما رو دارم. من هم صدای شما رو دارم، برام نمیگرده صدا. خب خیلی ممنونم ازت که خواستی که این گفتگو رو داشته باشی. به نظر من که گفتگوی خیلی مهمی هست از جهات مختلف که حالا توی این بحثمون بهش میپردازیم. من فقط میدونم که این ماجرا به خاطر همه پیچیدگی هایی که داره و به ویژه این زمانی که ازش گذشته و این پیچیدگی ها رو خب چند لایه هم کرده، یه بخش زیادی از این پیچیدگی ها به باور منم پیچیدگی عواطف و احساساتی هستش که سوار شده روی این اتفاق و به وجود اومده در اصلش. بنابراین همین اول ازت اجازه میگیرم که من گاهی قطعت میکنم برای اینکه بتونیم روی اون خط داستان و خط روایت بمونیم، چون برای خود من خیلی از مسائل هست که در ماجرای فیلم ده نوازهه و بنابراین فکر میکنم که برای خیلی هم و فکر میکنم خیلی خیلی با ارزش و مفید این گفتگو. بنابراین همین اول این اجازه رو ازت میگیرم. یه جایی من قطع میکنم که فکر میکنم باید بیشتر بمونیم روش و شفافترش بکنیم. خیلی ممنون ازت شقیق جان. اولا که ابتدا ازت تشکر میکنم و اجازه بده تشکر کنم از تو و همه زنهای فعال و اکتیو و به خصوص تاکید کنم به بلک فمینیزم که به یک نوعی به دلیل اینکه اون تجربه ساختار سلسله مراتبی قدرت و هژمونی قدرت رو داشتن، درک اونا و همدردی و همزاد پنداریشون با زنان جوامع اسلامی به خصوص ایران و یا افغانستان و کشورهای عربی به مراتب بیشتر از فمینیستای وایت فمینیزمه. و اجازه بده که بگم که عملکرد شماها چقدر گشایشگره، برای اینکه حقیقت یک موقعیتی داره که اولا که زمان من نیست، دوم این که هر زمان در موردش صحبت کنی دستاوردها و رهاوردهاش یک آگاهی جمعی ایجاد میکنه. درسته. و این که تو منو قطع کنی، خیلی هم ممنونت میشم. برای اینکه ذهن من ذهن پراکنده یه در حال حاضر، وقتی که تو صحبت از یک ترومای نه یک ساله نه دو ساله ولی یک ترومای طولانی 20 ساله میکنی که با تو زیسته، با تو بوده، با تو حمل شده و آسیب‌های خودشو داره، در نتیجه ذهن انقدر پراکنده است ممکنه که به بیراهه بره و از این فرصت کم نتونه اون استفاده لازم رو ببره که بتونه شالودوار به اساره ماجرا اشاره کنه. ممنونت میشم اگر بتونی واقعا مدیریت کنی و هدایت کنی. تمام تلاشمو میکنم حتما. و دقیقا مسئله زمانم که اشاره کردی خیلی مسئله مهمی است، چون واقعا این دست از داستان‌ها به ویژه وقتی که در واقع روایت
سویش به سمت یک مردی هست مثل کیارستمی با تمام این قدرتی که داره و این اسطوره‌ای که ازش ساخته شده. خب خیلی خیلی پیچیده است و خیلی میشه راجبش حرف زد. ما فقط 40 دقیقه 50 دقیقه وقت داریم و من واقعا دلم میخواد این سری سوالا رو بپرسم راجب این روایت. بنابراین شروعش میکنم. من مانیا در روایت تو شاید مهمترین سوالی که همیشه داشتم ابتدای ماجرا بود، یعنی واقعا همیشه دلم می‌خواست بدونم اصلا اون نقطه آغاز کجا بود. پس بذار من سوالم رو اینطوری مطرح کنم. من بخوام بدونم که اصلا ایده ی فیلم ده از کجا اومد، و اگر بخوام شفافترش بکنم، من میخوام بدونم که آیا ایده فیلم ده یک فیلمی بود که ایدهش وجود داشت و عباس کیارستمی بعد به دنبال این ایده از تو خواست که راشهای خصوصی که حالا در ادامه بیشترم توضیح میدیم رو بگیری، یا به نحو دیگه ای بوده. اون لحظه اون قدم های اول رو خیلی دلم میخواد راجبش بدونم. ببینید شرق جان، اصل ماجرا برای اینه که در اصل وقتی بحث از ایده میکنیم خیلی بحث جدیه و امروز بحث حقوقی داره. من اولین بار عباس کیارستمی رو در گالری نقاشی دیدن کردم. خب به هر حال در اون زمان به عنوان یک زن، یک آدم جستجوگری بودم و از دوران نوجوانی یادی کنم از مرحوم نامی پتگر که دغدغه‌هایی داشتم در رابطه با خودشناسی و روانشناسی جمعی و فردی، و خب در کلاس‌هایشون شرکت می‌کردم و روانکاوی می‌کردم و خودشناسی می‌کردم. و مسئله در فکر میکنم 2 سال قبل از دیدار آقای کیارستمی، همسر دوم من برای من یک دوربین کوچیک دیجیتال خریده بود که تازه اون موقع اون کاست های در از بزرگ، نه خیلی بزرگ، آمده بود و به هر حال دیجیتال تازه اولین گام های خودش رو داشت. که در اون مقطع من خیلی عذر میخوام که یک پیش زمینه میگم، برای اینکه مهمه که به اصل ایده برسیم. در اون مقطع من مرحوم شیخ الاسلام که عزیز منه، که فکر میکنم هرچی که دستاورد دارم به یک نوعی در مسیر هنری و کاریم، سرمایه هایی که از این زن مستندساز مستقل بکر درونگرای انسان آموختم، و من در اون زمان دستیار مرحوم شیخ الاسلام، این تجربیاتی که در سینما داشتم، دستیار مستند فیلم پیرهرا بودم، به اضافه اینکه فیلم برگ سبز محفظ شیخ الاسلام رو فیلم برداری کرده بودم. علت فیلم برداری هم این بود که این محفظ شیخ الاسلام بود که اشراف پیدا کرد به اینکه من کادر و تصویر رو به واسطه تجربیات نقاشیم خیلی خوب میشناسم. در اصل این میدان بودن رو و میدان دیده شدن به مفهومی که خودم بتونم توانایی‌های خودم رو بسنجم، عملیاتش یک زن مستندساز بود به نام محوش شمسان. در اون مقطعی که من عباس کیارستمی رو دیدم، دوربین کودک سوم زندگی من بود. یعنی من 2 پسر داشتم، بچه سوم من این دوربین دیجیتال بود. این دوربین دیجیتال دائم در خونه، آشپزخونه، ماشین و همه جا روشن بود. دلایل روشن بودنش هم اشاره کنم به یک موقعیت نورولوژیست و سایکولوژیستی که امروزه اصلا چیز عجیبی نیستش که حتی روانکاو معاصر من در غرب، در شهر لندن، در وقتی که من میرم تو اتاق با فرزندم که رابطه مادر فرزندی رو روش داریم کار میکنیم، فیلم برداری میکنه و بعد ما اون فیلم ها رو بازسازی میکنیم. نقش تصویر در روانکاوی و روانشناسی و سایکولوژی و نورولوژیست اصلا اتفاق جدیدی نیست و اون موقع درسته. فقط ببخشید قطعت میکنم، نه فقط میخوام، من متوجه این اهمیتش هستم، ولی من اینجا فهمیدم یه دوربینی روشن بوده در زندگی تو همیشه. و بعد من این موضوع رو مطرح کردم با عباس کیارستمی در گالری نقاشی که بودیم. بله، که چقدر دوربین نقش جدی داره و چقدر دستاورد بزرگی صنعت دیجیتال، و چگونه من دارم به یک نوعی تصویر درمانی میکنم و چگونه در زندگی من این دوربین نقش داره، و من بیشمار کاست در خونه دارم. و ایشون اونجا خیلی مشتاق شد که این فیلم ها رو ببینه و به یک نوعی در اولین به یک نوعی دومین قرار، چون اولین قرار منو دعوت کردن منزل خودشون که حالا وارد جزئیات به شما نمیخوام بشم، در دومین قرار ایشون به منزل من اومدن و از اون شب به بعد فکر میکنم به مدت ماهای طولانی ایشون هر شب منزل من بودن و بخشی از اعضای خانواده ما شده بودن و این فیلم ها رو میدیدن و بسیار هم خوب
متعجب می شدن و علاقه من بودن. خب ببینید، اونجا به یک نوعی اون سیستم قدرت که من ابرقدرت در اصل هنری، که ببخشید که من تاکید می کنم به ابرقدرت هنری، چون ما ابرقدرت اقتصادی داریم، ابرقدرت سیاسی داریم و ابرقدرت های هنری هم داریم. اما تفاوت ابرقدرت درست. های هنری به این شکلی که خطر اونها به مراتب بیشتره، برای اینکه تو قلوب مردم نفوذ دارن و در یعنی در کاملا اصل درست. حمایتگرشون مردمه. و اونجا بود که به یک نوعی به هر حال فکر میکنم که دفتر زندگی من به طرز بسیار پیچیده‌ای گره خورد با یک ابرقدرت هنری که در مرز اسطوره و سازنده فیلم کلوزآپی که محبوب من بود و همچنان هم محبوبه، و به دلیل اون نگاه تنیده شده به هر حال پشتش و باوری که تو به عنوانیه که زن جوان نوپا در عرصه کاریت داری نسبت به اون آدم، به هر حال کمی اینا مجموعه بود که من هر در نقش یک شخصی که فهمیدم. تمکین میکنه و بذار یکم دیگه میرسیم به اینجا. من میدونم این پوینت تو رو که در واقع اشاره یک در واقع تحلیل خیلی خیلی به نظر من درستی داری از این از بخشی از چرایی های این ماجرا، چرایی های این که این راش ها چرا در اختیارمون قرار داده شد. ولی من فقط مهم بود که من بدونم اصلا نفس که رسم ایده این فیلم رو از قبل از دیدن راش های تو داشت یا نه، که به نظر من میرسه جوابتون نه هست. چون اینجا بله جواب نه است، اما ایشون باور داشت و معتقد بود که این فیلم هایی که داره میبینه بهش خیلی داره ایده میده و یک فیلم نامه ای داره در مورد برای اولین بار در مورد زنان مینویسه و اولین بار، و من در اصل به یک نوعی باز از دید من یک نوعی مانیپولیشن و کنترل اون عاطفه و احساسات زنه، و من تو عامل الهام منی و من با دیدن این فیلم ها میتونم اون فیلم نامم و اون فیلمم رو تکمیل کنم. و به تدریج هم به من گفت تو بازیگر نقش اول فیلم بعدی من خواهی بود و به خوبی همه تویی. اینا و برسه. بله بله من تا اینجا اینو فهمیدم که بنابراین تمام این راش ها که راش های خصوصی بوده و افراد دیگه هم در این راش ها بودن، فرزند تو بله در این راش ها بوده، فکر کنم افراد بله از دیگه عمه خانواده ای که در بله این راش بوده. عمه امین، پدر امین، پسر دوم من و اینا همه پسر، یعنی منظور از دوم پسر همسرم، و همه اینها خیلی زیاد، تقریبا صد حضور فکر داشتن کنم تو این 120 ساعت کاست بود راشو و خانوادگی. بله و حتی روانکاوم، و که خب بعد از این ماجرا هم اون خیلی آشفته شد و ارتباطش رو قطع کرد و دیگه نخواست که درسته. منو ببینه، و خیلی خیلی تمام روابط نزدیک من، دوست، توی همسایه، اینها بوده. بله. میدونی حالا بعد میخوام راجع به این حتما این سوال رو دارم که چقدر واقعا این افراد در جریان بودن که این راشا در اختیار عباس کیارستمی قرار گرفته. ولی قبلش بذار اینو بپرسم، به غیر از بعد از اینکه در خانه تو میومد و این راشا رو میدید، آیا این راشا هم در اختیارمون قرار گرفت؟ یعنی این راشای انقدر خصوصی که افراد زیادی درش حضور داشتن، آیا از اون دستگاه خارج شد و به اون داده بشه؟ اولا شقایق جون بذار اسم راش رو در اون زمان روش برداریم، اون زمان راش نبودن، فیلم های خصوصی بودن، دقیقا یعنی فیلم خصوصی درست. در اصل به یک نوعی ببین میخوام به این نکته خیلی دقت کنیم، در ما در یک بستر جامعه زندگی میکردیم که من به عنوان یک زن برای یک تار مو شلاق میخوردم. در اون زمان چیزی به نام جنبش میتو و یا فمینیزم و یا این آگاهی زنانه روی تصویر و فضای مجازی و سینما وجود نداشت که ما اشراف داشته باشیم که تصاویر خصوصی تصاویر خصوصیه، و اشراف داشته باشیم که حریم تصویر آدم ها و حریم زندگی خصوصی آدم ها، مرزهای تفکیکش با عمومیت پیدا کردن کجاست. به تدریج این با به هر حال این یک واقعیت با بیان تجربیات و با جنبش های زنانه و فمینیزم تکوین قوانین و شکل میگیره، تاریخ چنین بوده. روی همین حساب در اون زمان اصلا من آگاهی نسبت به حقوق تصویری انسان ها نداشتم، این واقعا این با نهایت صداقت میگم، حتی حقوق شخصی خودم رو نسبت بهش به عنوان یک زن اشراف نداشتم، اولین حقوق شهروندی خودم رو اشراف نداشتم، چه برسه حقوق دیگری. در نتیجه و اعتماد کردم به یک انسان بزرگواری که در اون لحظه در اون زمان برای دقیقا. من یک ببخشید من اسطوره همین رو بود. خواستم بگم.
دقیقا خواستم همین رو بگم، یعنی اگر تو اشراف هم میداشتی، یعنی همین الان هم اگر این اتفاق بیفته قابل فهمه، دقیقا به خاطر همین موضوعی که الان بهش اشاره کردی، خود موقعیت بله. کیارستمی قابل دقیقا کار درستی میتونه نباشه، ولی قابل درک هست، فهم میشه که چه سازوکاری داره اتفاق میفته وقتی که همچین کسی میاد میگه که و من میخوام از تو فیلم بسازم و تو دیگه سوپر استار من میشی و بیا من بر اساس راشای فیلم های خصوصی زندگی تو به من الهام میده و اینها رو در اختیار من بذار، کاملا قابل فهمه. حالا ولی اینو من بپرسم، پس بنابراین اینا داده شد به عباس کیارستمی و این دیگه بعد بله. از آپارتمان تو میرفت و اینها رو خودش میدید؟ بله بعد اینها داده شد به عباس، در اختیار عباس کیارستمی قرار گرفت. خب خیلی مسئله روی هر سکانتش که متعلق به زمان الان نیست، میشه کاملا رو هر سکانس 10 بحث کرد و تحلیل کرد. و خب من توی کتاب، هم توی کتاب و هم توی روایت هایی که به حال حقوقی نوشتم، دقیق توضیح دادم که هر سکانس چه زمان و به چه شروعی اتفاق افتاد. در از تنها به تدریج وقتی این راشارهشون در اختیار داشت، یه اشاراتی به این میکرد که من این رو برای تو تدوین میکنم، سازندش تویی و من تدوینش میکنم، در اختیار تو قرار میدم. و به تدریج باور بر این داشت که خب گفت سازندش توی بله 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 این یه واقعیتی بود که حتی من یه دوست منتقدی که بهش زنگ زده بود که تا همین بعد از کن، سالها بعد از کن که ده و در رشت نمایش بدن در شمال برای دانشجوها، بهش اعلام کرد که 10 مال من که نیست، مال مانیا اکبریه. و اون طرف فکر کرد داره شوخی میکنه و داره احترام میذاره به یک زنی. وقتی که به من منتقل کرد فکر کردم او چه صادقانه، حداقل یه وقتایی یادش میفته میگه. و حالا به هر حال بگذاریم، به این موضوع اشاره کنم که در از گفتش که این فیلم مال توه، متعلق به توه، من دارم کمکت میکنم، یه تدوینی ممکنه برات بکنم. یک جور هیچ چیز شقایق عزیز من در اون مقطع برای من شفاف نبود، یک جور همه چیز در رو به یک شکل کلافه الان که از بیرون و بعد سالها به کمک دوستان فمینیزم بلکم، به کمک شناخت پسا استعماری، شناخت هژمونی قدرت، شناخت ابیوسینگ ریلیشنشیپ بهش نگاه میکنم، میتونم بشکافمش و مثل کلاف از کلاف سردرگم خارجش کنم. هیچ چیز شفاف نبود، یعنی نمیذاشت من متوجه بشم. و بعد مگه من چقدر تجربه سینمایی داشتم و چقدر اشراف به حقوق سینمایی داشتم، حقوق بازیگر، حقوق کارگردان، حقوق نویسنده، هیچ چیز شفاف نبود. و در بله. تلاش داشت که ناشفافترم پیش بره. یعنی وقتی امروزه میرم نمیذاشت، اجازه نمیداد که این ماجرا رو خیلی پیچیده میکرد، که رابطه واقعیت، حقیقت و دروغ رو خیلی پیچیده میکرد. بذار اجازه بده یه خاطره رو کات بزنم. روزی که صبحی که در کن به من گفت، در فستیوال کن به من اعلام کرد که یادت باشه که این فیلم یک فیلم سینماییه و نویسنده و کارگردان داشته، صبحی که قرار ما حالا بریم برای نمایش فیلم و پرس کنفرانس داریم، و واقعا بدن من لرزید که خب من الان اصلا هیچی نمیدونم، پس یعنی چی باید بگم به دنیا؟ چون قراری که بعدا به من گفت، گفت این یک ککی از زندگی، حالا تمثیل ککش هم به نظر من خیلی نگاه مردسالارانه از موزه بالا بود، که من یه تکه از این زندگی یک زن رو بریدم و به دنیا به دنیا ارائه دادم. و من تصورم دیگه در نهایت بر این بود که واقعا حقوق رویا، کتایون، ماندانا، امین، مانیا، که اینها تمام صداهای زنانه خودشون بوده، فریادهای زنانه خودشون بوده، خلاقیت ها و ایده های زنانه خودشون بوده، بهشون تعلق گرفت داده میشه. و کیارستمی هم خیلی با قدرت میگه آقا نگاه زنان، نگاه من به جامعه زنم اینه که این متعلق به خودشونه، تمام این دیدگاه ها و ایده ها، و من فقط انتخاب کردم و من فقط تدوین کردم. و سورپرایز کنه جهان رو، کیارستمی از دید من ولی اینو احتیاج به این نگفت. دروغ بزرگ نداشت، اما این دروغ بزرگ رو گفت. به نظر من همونطور که اون بازی رو جهان رو داد که فقط احمق ها تغییر نمی کنن، برای نخل طلای بعدی، برای اینکه چون تصورش این بود که اگر که اعلام کنه که کارگردانی کرده، کردیت بیشتری میگیره. کمان هم که در همون مقطع که بدون اون روزنامه ها نوشتن که مارون براندو دومی، یعنی امین، اون بچه که اصلا نمیدونه دوربین ظاهر روشنه، ظاهر شد. خب واقعا خنددار سیستم سرمایه داری، خنددار کارآسازی از زن و کودک. بذار وایسی، بذار وایسی، قربونت برم، بذار وایسی. من میدونم تو یه عالم تحلیل داری راجع به این ماجرا، ولی بذار وایسی برگردیم. تو پریدی روی جشنواره، که جشنواره به نظر من اتفاق مهمی بود وقتی که برای من یه بار تعریفش کردی، اما هنوز سوال دارم قبل از اون.
من هنوز سوال دارم در مورد راشتاب، در مورد فیلم های خصوصی و اینکه چطور این تبدیل شد به یک فیلم. یک چیز خیلی مهم گفتی و میخوام یه ذره روش بمونیم، گفتی فضا مبهم بود، یعنی من نمیدونستم که حق حقوقم چیه، من نمیدونستم. یه بار من گفته بود که این چیزیه که تو میسازی، یعنی من اینا رو میگیرم ولی این چیزیه که تو میسازی. حتی من دقیق متوجه نشدم حتی بعد از معنی این جمله آیا این بود که داشت به تو میگفت من قرار از این راشه، از این فیلم های خصوصی استفاده بکنم، اینا رو سرهم بکنم و این میشه چیزی که تو ساختی. چون بعدش تو به من گفتی که ما وارد فرایند فیلم برداری شدیم به اصطلاح، یعنی اون پروسه که من تو میشناسیم میشه، یعنی تو آفیش میشی، یه قراری میذارید، صبح بلند میشید، یه دوربینی هست اونجا، لباس ست میکنید، میرید. وارد این فرایندم شدید، یعنی تصوری از این داشتید که داره بازسازی میشه. یکم برای من توضیح بده از این بخشش چه اتفاقی ممنون افتاد. که ممنون که ذهن پرکنده منو جمع بندی کردی. ببین، برگردیم به روایت خطی داستانی که به هر حال تو هم یک اپاماتی داری و میخوای برای مخاطب شفاف سازی کنی. ببین، ماجرا به این شکلی بود که در راستای این که وقتی که فکر میکنم با مثال میتونیم، وقتی که صحنه کتایون رو دید که به هر حال مدل نقاشی من بود و بسیار نقاش درجه یک و فروتن نازنینی بود و همیشه من یه احساس گناه عمیقی نسبت به کتایون دارم، برای که فکر میکنم حقوقش واقعا به شدت پایمال شد، هرچند که ممکنه الان تصمیم بگیرم برن حقوقش رو پرزن و وادار به سکوتش کنن که اونم به هر حال مهم نیست برای من و خیلی هم طبیعیه. وقتی صحنه کتایون دیدی گفت من میخوام کتایون رو ببینم و وقتی که کتایون رو ملاقات کرد دقیقا همون جایی که گفت من میخوام موهاش رو مجددا مثل همون فیلم شیف کنم و به یک نوعی کارگردانی کنم، فاز فریم سینماتیک تر باشه، تست کنیم، بریم ببینیم چی میشه، چطور میشه. و خب بعدم به هر حال خیلی ناگاه پسرش بهمن کیارستمی به عنوان فیلم بردار حضور داشت، به عنوان شاهد آقای جعفر پناهی هم صدا کرد و سر کتایون رو زدن و ما کتایون رو سوا کردیم. در صورتی که صحنه کتایون وقتی که من فیلم رو تدوین شده رو دیدم که و پایانش هم اسم کارگردان نویسنده در از ده نخورده که خود ایم من دائم میگفت ببین من اسم کارگردان نزدم تو فیلم ده، من دیدم هیچ کدوم از این صحنه هایی که ایشون بازی داد و پسرش رو صدا کرد به عنوان فیلم بردار که فقط همون کتایون بود و یک صحنه دیگه که جلوتر توضیح میدم چی بود، نه تنها که استفاده نشده بلکه به اصل صحنه هایی که قرار بوده استفاده نشه به عنوان یعنی یک چیز خصوصی بوده استفاده شده و اصرار ایشون به اینکه کتایون همون روسری سفیدی رو که تو فیلم من هست سرش کنه که برای من مبهم بود. فقط که چرا، یا صحنه ای که ماندانا، ما رفتیم سراغ ماندانا و فیلم ماندانا خواهر منو دیده بود، یعنی خاله امینا، و ما رفتیم دنبالش و صحنه ای که عصبانی شد که ماندانا از در اومد بیرون که چرا مقنعه ماندانا عین همون مقنعه نیست، مثلا رنگ مقنعه ماندانا عوض شده. خب من خیلی تعجب کردم که تفاوت رنگ، گفتم چقدر تاثیر ممکنه بذاره، مگه تست نیست، مگه تمرین نیست، مگه تمرین برای فیلم بزرگتری نیست؟ چون در به مغز من خطور نمیکرد یک سری راشهای معمولی خانوادگی یک زن میتونه مسیر کنو بره. البته ایشون باباش بدون اسم ایشون اصلا هرگز اگه هر کسی دیگه میشاخت میشاخت ده ده نمیشد، یعنی تدوین میکرد ده ده نمیشد. خب در از این مانیپولیشن، این فضا سازیه انقدر گنگ و مبهم بود که تو نمیدونستی که تو داری تمرین میکنی و تست میگیری و کار میکنی برای فیلم دیگری، فیلمی که در آینده است، یا اینکه به یک نوعی ایشون داره فیلمنامه‌اش رو مینویسه و یا اینکه قرار از این راژهای داخل زندگی تو هم استفاده بشه. اینقدر هیچ وقت این لاین مشخص نشد، یعنی هیچ وقت مشخص نشد هیچ که آیا قرار از این فیلم های خصوصی استفاده بشه یا نه. آیا این که پس بنابراین من جواب سوالم گرفتم، حالا بذار یه خطی بکنم جواب سوالم، شما تصوری از این داشتید که اون راش فیلم های خصوصی ایده فیلم رو داده و الان فیلم نامه نوشته شده، بنابراین شما دارید آفیش میشید، لباس میبرید، میرید سر صحنه که اونها رو بازسازی بکنید. آیا همه اون صحنه ها رو بازسازی کردین؟
نه خیلی، نه در نه میکرد اینجور کلمه بازسازی اون صحنه ها هم خیلی بار داره، یعنی بار هو نمیدونم، نه اصلا کلمه بازسازی هم وجود نداشت، به یک نوعی در اصلشون خیلی اصرار داشت که فقط تنها فیلمی که وجود داره پسرش رو صدا کرد از کتایونه و صحنه بعد دیگه که هیچ صحنه فیلم دیگه وجود نداره از صحنه های دیگه از امیناس که تلاش داشت که کسی دوربین دیگری نبود، جلوی دوربین خود من بود که تلاش داشت که به یک نوع تستایی بگیره که هیچ وقت از اونها استفاده نشد. همین به اضافه چقدر خودش فیلم برداری کرد مانیا؟ چقدر فیلم برداری تنها کرد؟ صحنه که عباس فیلم کیارستمی برداری. فیلم برداری، فیلم برداری که استفاده کرد، تنها صحنه نه که عباس نه کیارستمی کلا چقدر فیلم برداری کرد؟ استفاده رو فراموش کن. چقدر فیلم برداری کرد؟ منظور از زمانه یا تعداد صحنه. فکر میکنم فقط حضوری که داشت کتایون بود که استفاده نشد و بعد کامران عدل رو صدا کرد برای اینکه اون صحنه رو گرفت، که اصلا ما نمیدونستیم برای چی میخواد اون صحنه رو بگیره، که بیاد پدر امین در نقش پدر امین رو ببره و بعد در نقش پدر امین سایه شد. همون صحنه که ماشین فقط میاد و صحنه که روسپی پیاده میشه، پیاده شدن روسپی خواهر من نیست چون خواهر من قبول نکرد و خواهر من گفت این ایده خود من بوده رویا و من برای چی باید بیام، اصلا قبول نکرد تو فیلم بازی کنه، اما بعد استفاده شد از روشش از اون فیلمش و چنین توجیه شد که به هیچ عنوان نباید بگیم رویا خواهر تویتون در جامعه اسلامی نقش یک روسپی بازی کردن جان و زندگی رویا رو به خطر میندازه و به رسانه ها هم گفت ایشون وجود نداره. ببینه شفاعت جان، یه نکته خیلی عجیبی بهت بگم، در کل فیلم 10 که 20 ساله جز فیلم هایی که داره در دنیا دیده میشه یک دونه مصاحبه با عوامل 10 وجود نداره. سیستم قدرت درسته، همینه، این امکان نکته کنترل ای داره، یک مصاحبه با کتایون، یک مصاحبه با رویا، یک مصاحبه با مانویا، مایز یک بگم. مصاحبه با امینا درسته وجود نداره. سیستم چرا؟ درسته دلیل داره، دلیلش من بگم وقتی که اجازه دارم به کم بپردازم الان. نه بس یه ذره جلوتر خب بریم اوکی سراغ کم، ولی ما میدونیم این بسیار نکته بسیار مهمی و معنا داره که هیچ مصاحبه از عوامل اون فیلم وجود نداره. اما باز من میخوام بمونم روی راش های کیارستمی، هنوز واقعا جوابم نگرفتم مانیا. من نفهمیدم کیارستمی چه میزان فیلم برداری کرد، چون این برای من مهمه، چون من میخوام بدونم چقدر گرفته و استفاده نکرده، اصلا چیزی گرفت یا نه. مجموعاً اگه بگیم شاید فکر کنم بیشتر از 3 تا 4 روز نبود که هیچ کدومش سه تا استفاده چهار فیلم نشد برداری کرد. به غیر از همون تکه صحنه هایی که به پایان هر سکانس رفته بود اضافه کرده بود و میدونست، من نمیدونستم برای چی میخواد این صحنه ها رو بگیره و اون میدونست برای چی، یعنی اون نیروی قدرت از عدم آگاهی تو که تو شقایق جان معذرت میخوام استفاده میکنه، از عدم شفاف بودن ذهن تو و عدم شناخت تو استفاده میکنه، اون صد میدونست درصد برای یه بار چی که میخواد. هایلایت بکنیم این مسئله عدم آگاهی و تو و عوامل دیگه بله از اون امینا، مثلا من اینو شنیدم بله ازش، در کل این پروسه هیچ وقت از سمت ایشون براتون شفاف نشد، یعنی صد هرگز درصد کانفرم هرگز که آقا ما قرار از این فیلم های خصوصی شما در بخشی از فیلم یا در تمام فیلم استفاده بکنیم و اونهایی هم که من دارم میارمتون سر صحنه میشه یه بخش دیگهش مثلا، یه همچین چیزی هیچ وقت بله این حتی زبانی واضح نشده بود. به نه هیچ شما شغلش به هیچ شما نه تنها که واضح نشده بود، بعد از اینکه ما اولین بار فیلم رو به من گفت یک سورپرایز برات دارم و ما رویا و کتایون رو صدا کن و امین و اومد منزل من و فیلم رو ما پلی کردیم دیدیم، خب من خیلی شوک شدم و فکر طب میکنم من هم اینو بپرسم، این نتیجه یه فیلم بود؟ یعنی یه روز بله اومد بله گفتش که بله تدوین بله بله تموم شده، که تو اولا هیچ وقت اجازه خودت نمیداد زمانی که خانم مسلمه مهاجر در اون تونل تاریک منزل آقای کیارستمی در حال تدوین بود، هرگز اجازه نداد که من برم اونجا و بشینم و ببینم دیگه. بعد از هیچ وقت اینکه خودت تدوین ندیدی؟ بله بعد از اینکه روش ها، یعنی در اصل اون فیلم های خصوصی من عباس کیارستمی تحویل گرفت، من حذف شدم، من حتی ایشون جواب تلفن منم نمیداد، ایشون اجازه بود، یعنی ایشون دیگه بازی رو، بازی سیستماتیک رو آغاز کرد برای اینکه نتیجه رو دریافت کرده بود از و وقتی که گرفته بود توی بله دستش. ببینید تا قبل از اینکه اون تصاویر رو بگیره هر شب منزل من بود، هر شب ولی بعد تصاویر رو گرفت، یه مدت هم بعد درست جواب تو رو مثل اینکه درست نمیداده، ظاهرا نه الان اینطور که تو میگی نه اجازه گرفتارم رفتن برای پروسه تدوینم نه نداشتی، نمیداد
ولی نه یه چند جلسه هم رفتید برای یک تصویر برداری صوری بله که انگار این که فیلمی داره ساخته میشه. بله اوکی. کاملا اوکی. کاملا اوکی. کاملا. و بعد بنابراین اونطور درست نکته، بعد یک روز با من تماس گرفتن که حالا یک اتفاق مهمی قرار رخ بده امشب و یه ما باید جشن بگیریم و، اما من گفتم چی؟ گفت میارم اصلا صحبتشم نکنم، میذارم ببینی. و روی VHS، موقع VHS بود، روی VHS یه فیلمی رو آوردن ایشون که پلی کردیم و ما دیدیم که یک دو ما سه یعنی چهار پنج کیا؟ شش، من، رویا خواهرم، خواهر بزرگم ماندانا، امینا و کتایون، و ما دیدیم یک دو سه چهار پنج شش هشت نه ده. خب خیلی شوکه کننده بود برای من. من از اول تا آخر فیلم گریه کردم، من بعد از فیلمم گریه کردم و من نمیدونستم که چه. و بعد پایان، و بعد وقتی که من رفتم تو اتاقم گریه کردم و اومدم بیرون، به من یه نکته گفت، گفتش که دیدی که پایانش هیچ کارگردان نداره. حتی من تا اون تاریخ نمیدونستم که این فیلم قراره بره کن، اما ایشون میدونست. ایشون تاییدیه را تهیه کنندش برای این فیلم گرفته بود، اما من هنوز آگاه نبودم فیلم قراره بره کن و من اصلا باورم نمیشد که یه همچین چیز پیش پا افتاده ای در یک خانواده قراره که سرنوشت کن رو سفری کنه. ابر قدرت هم فهمیدم. دیگه، میتونه به هر کاری، هر تصمیمی، یعنی به یک نوعی بدون تردید. خیمه شبازی روانی هست، استفاده از ولی این نکته آدم خیلی مهمی هاست. بوده، بله بله استفاده از اولین اون. باری که شماها یک جمعی هم بودید که شاهد این اتفاق بود، بله که دیدید بله فیلم های خصوصی رویا، رویا به تدوین عنوان شده. بله رویا به عنوان شاهد کاملا 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 در جریان تمام جزئیات است و رویا شخصیه که ایستاد. من اینجا باید بهش ایستاد و جنگید و توافق نکرد و مبارزه کرد و مخالفت کرد و شخصی بود که عصبانی بود برای اینکه اشراف داشت و شخصی بود که واسط شد بین من و عباس کیارستمی، که آقای کیارستمی تخریب و متوقف کن، تو رو بذار خدا به اون اینو میرسیم، میرسی. بذار به اون میرسیم. ولی به هر حال از تصویرهای رویا، از فیلم خصوصی رویا هم استفاده کرد، درسته؟ بله رویا نقش صدای روسبی و همون خواهر که زنی که از دست داده از داره، فیلم های دلیل رویا هم استفاده بله کرد، با اینکه دلیل رویا زیتونا به هر حال بله بین شما خواهر، معتبرتر بله بود. خواهر من بود، هر دو با هم خودشناسی روانشناسی کردیم و از تصویر استفاده کردیم جهت آگاهی و اشراف به اون نقوشی که در درونمون هر کدوم هراس داریم. و به هر حال رویا هم خاطرات بسیار دقیق، روایتگر بسیار به هر حال دقیقیه در این مورد. فهمیدم. پس بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که در یک سورپرایزی شما یه دفعه متوجه شدید که فیلم تدوینش تموم شده و بله در اولین نمایش این که دادن که که بدون تردید تمام خانواده حالشون بد میشه از دیدن یک همچین چیزی، گفتن که دیدی که کارگردانی نزده بودن پایین آخر این فیلم. بله این یه کردیتی بود که همیشه که ارسمی من میگفت، من که ننوشتم کارگردان منم. کارگردانش نیستم، بله من که کارگردانش نیستم. در واقع این چیزی که تو داری میگی باز برای من این روشن پای که فضای گنگی که درش به هر حال با گفته بله خودت میشه منیپولیت کرد، همین جوری نگه داشته شده از کاملا ابتدا تا الان، هیچ چیزی واضح بله نیست، هیچ بله اجازه ای لازم نبوده، واضح هست کسی ظاهرا گرفته بشه، بله در یک وضعیت بلا تکلیف همه نگه داشته شدن در مقابل یک فیلمسازی که به این میزان قدرت داره. بله و بعد این فیلم رفت جشنواره. کی به تو خبرش رسید که میخواد بدتش جشنواره؟ اصلا با تو هماهنگ کرد اینو؟ نخه نخه با من هم یک روزی به من گفت یک خبر بسیار هیجان انگیز و باید پاسپورت تو ویزاتو بگیریم و باید با همسرت که اونم به هر حال کاملا شاهد این روایت هست، اما اگه امروز حتی نفی هم کنه باز من تعجب نمی کنم، چون به هر حال هم اکس تو بوده و پر از به هر حال خشم طبیعی هم هست، و با همسرت باید بیای و فستیوال و این محصول مشترک، این محصول مشترک رو ما قراره به دنیا عرضه کنیم. بدونی که تو بدونی و هیچ کدوم دیگه از عوامل از نه اصلا کسایی که عوامل دارم دیگه که میگه اصلا مهم نبودن، شرق جان ما اصلا مهم نبودیم، ما ابزار یک قدرتی هستیم و یه شخصی که اسطوره است که در نقشی که فتوا میده تمام آدم ها میپذیرن و در قلوب مردم، اصلا مهم نبودیم، ما فقط باید تمکین میکردیم و
احترام میذاشیم و ادامه میدادیم. و خب ما ویزا رو گرفتیم و خاطرم هست که اجازه بدید که اینجا یه اشاره بکنم که با یک گمگشتگی و با یک مترجم ایشون خانمی که به هر حال دارای یک اندیشه بودن و قطعا همونم در سیستم خب مردسالاری به هر حال نگران من بود، شروع کردم یک صحبت هایی رو با اون کردن، روایت هایی رو گفتن و اون زن من رو وادار به سکوت کرد که خب حقم بهش میدم، نگران شرایط من بود، برای اینکه میدونست که بیان اینها میتونه چگونه یک زن رو به طور سیستماتیک در یک جامعه اسلامی مردسالار به طور کامل توسط یک قدرت مثل کردستانی حذف کنه. و به من درسته. گفت بهتره که همه اینهایی که به من گفتی رو همینجا فراموش کن و به نفعت اصلا نیست متاسفم. و خیلی موضوع جدیه. و ما وقتی که در بکن، یعنی در کن بودیم، صبح روزی که به من گفت این فیلم سینماییه، یعنی نوشته شده، کارگردانی شده، من فکر میکنم بدشانسی بسیار، بدشانسی که حالا نه، واقعا هیچ وقت اون تروما یادم نمیره، اولین سوال پرس کنفرانس کنم از من شد و فکر میکنم یک مجموعه دریوری جواب دادم. و یعنی صبح شما اومدید به توی سالن پرس کنفرانس در جشنواره بعد از اینکه فیلم بله نمایش داده شده، و اون موقع بود که به شما گفتش که فراموش نکن که این یه فیلم فیکشنه، درست میگم؟ بله این بود بله جمله. بله بله و بعد جمله من دقیقش چی گفتم، بود؟ من یه بار دیگه بگو، من من جمله همونجا شدم. من همونجا برگشتم گفتم که من همونجا برگشتم گفتم که این که خب یه دروغه. و پاسخ عباس کرشن من این بود که دروغی که نتیجهش بشه 10 از هر حقیقتی حقیقی تره. ببینید این اون ت... اون این اون کنترل یک قدرت فراتریه که به توی دختر زن 26 ساله که در بستر جامعه اسلامی و اولین حقوق شهروندی تماگانیستی و اون شخصا برای در جای جایگاه اسطوره قرار داره، این اونجا به تو منتقل میشه که خب حتما استاد راست میگن، حتما این عباس کیارستمی حتما داره درست میگه، دروغی که نتیجهش بشه 10 از هر حقیقتی حقیقی تره. یعنی اونجا تو ولی کاملا دروغه چی بود؟ آنیا دروغ دقیقا این بود، تو برگشت گفت این یک فیلم فیکشنه، اینو بله فراموش نکن، جمله این بود؟ بله بله یعنی این فیلمی یعنی که ما داشتیم ساختیم. میرفتیم پرس کنفرانس و برای پرس کنفرانس در عکس میخواست که اعلام کنه که کارگردانی کرد. و اولین سوال پرس کنفرانس کن، اگه به فیلم ها رجوع کنید، اولین سوال پرس کنفرانس کن از منه که چطور تو اون نقش مادر و پسر رو بازی کردی. و من اونجا واقعا نمیتونستم چی باید بگم، یعنی ویران شدم، فکر میکنم انقدر چرت و پرت گفتم و انقدر حرفای عجیب زدم که کیارستمی بلافاصله منو، یعنی هدف. و بعد من قبل از اون من ازش یک سوالی کردم که خب الان چی باید به دنیا بگیم، گفت فقط منو دنبال کن، فقط منو دنبال کن. ببینید خب قرار دیگه این نیروه تو رو میبره دیگه، یعنی تو به عنوان نیروی فروده است در برابر یک موقعیت فراده است، فقط باید اونو دنبال کنی و به هر حال مسئله بقا و سروایو و آگاهی که و تهدیده رو شدی و یک جای وجود درسته که برات شفاف نیست، اما یک جای وجودت هم به شدت مانند یک کودک ترسیده. و در اون شرایط من ایشون بلا فاصله جواب اون منتقد و ژورنالیست رو هدایت کرد به خودش و پاسخ رو داد. پاسخ اولین پاسخ عباس کیارستمی در فستیوال کن چه بود؟ من چیزهایی به پسر میگفتم که مادر نمیدونست، سورپرایز میشد، و چیزهایی به مادر میگفتم که پسر نمیدونست. در نتیجه اینها روبروی هم قرار میگرفتن و اون جریان هدایت میشد. و حتی در اونجا در پرس کنفرانس کن هم اعلام نکرد امینا فرزند منه، برای اینکه امید داشت شاید امروزه با تحلیل های روانکاوانه و با تحلیل های اطرافیان، امید داشت شاید به هر حال همونطور که منتقدین نوشتن مارلون براندوی جدید، یعنی همون امینا، در به دنیا معرفی شد توسط عباس کیارستمی، به هر حال شاید امید داشت که این قدرت به دو چیز، یکی استفاده از موقعیت دیگری، نیروی دیگری برای شهرت بیشتر، قدرت بیشتر و نگاه مردسالاریه و سرمایه بیشتر. برای اینکه نکته بعدی هم که درست. نه نه خیلی مهمه، اگر که فیلم 10 معرفی میشد به دنیا به عنوان یک مستند، خب اولا یک کردیت و اعتباری به جامعه زنان و زن ایرانی داده میشد که نگاه مردسالارانه اینو نمیخواد، کاملا یک درست. امتیازی بود. و دوما
از منظر فروش و سیستم اقتصادی به اندازه یک فیکشن پیش نمی رفت. درست میگی، کاملا این یک درست، تنیدگی بین رابطه سرمایه قدرت و شهرته و درست ساحت مردسالاریه و ندیدن حق و حقوق زنان و صدای زنان است. کاملا درست میگی مانیا. به خاطر زمان اون من مجبورم یه ذره پوش کنم این گفتگومون، ما کم 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم و چند تا بخش مهم مونده از سوال من، من هنوز بهش نرسیدم. من میدونم که تو یه جایی شروع کردی به اعتراض واضح، یعنی توی این فضایی که در واقع انقدر فرادست فرودست بود و انقدر تحت سلطه این آدم بودی، طبیعتا که اگر منم بودم یا هر زن دیگه به احتمال بسیار زیاد در این وضعیت قرار میگرفتیم. سوال من این هستش که تو کجا بود که شروع کردی به اعتراض؟ چون من وقتی داستان تو رو پیگیری کردم متوجه یک جاهایی از این ماجرا شدم که به شدت تو داری توش سرکوب میشی. یعنی من برگشتم خبرهایی رو چک کردم که دیدم این زن به شدت تحت حمله قرار میگیره، یک چیزایی در مورد این گفته میشه، مثل این که حالا چون خودت هستی و میدونم میخوایم راجبش صحبت کنی، این تعادل روحی نداره یا این نمیدونم مثلا. و بعد من خودم به عنوان بازیگر، چون یک تجربه مشابه داشتم، نه به شدت تو، ولی این تجربه کوچیک مشابه از این داشتم که اوکی، اون موقع که این کارگردان میخواست منو حذف بکنه یه همچین جوی درست شده بود و برای من خیلی حساس شد. من اونجا بود که گفتم این زن یه جای مقاومت کرده، چون به هر حال من این فضای فرادست رو دستم، من بسیاری از زنان دیگه که این گفتهای تو رو میشنوم میشناسم و متوجهشان، ابعاد مختلفش، تحلیلای تو رو میدونن که چی هستش و دقیق میدونن که داستان چی بوده، چرا این اتفاق میفته. اما یک جایی هستش که تو وایسادی سر این، به نظر من میاد که یه دفعه حجم از حمله و حذف اتفاق. اولا شهرزاد جون بسه من یه نکته توضیح بدم که جنگ من با کیارستمی اصلا اینجایی نبود که من الان بیستم. من اشاره کنم برگردم، ما بعد از اینکه از کم برگشتیم، ایشون یک روز، خیلی چیز مهمیه، ایشون یک روز رو به من گفت میخواد رویا رو ببینه. بهمن کیارستمی پسرش رو با در نقش فیلم بردار صدا کرد خونه من و هیچ چیز واضح نبود که قرار چه اتفاقی بیفته و بعد دوربین بهمن روشن شد و نوشته های رویا رو در دست رویا گذاشت، همون نقش روسپیرو، و گفت از روش بخون. رویا وقتی نگاه این نوشته ها کرد گفت آقای کیارستمی اینها نوشته های خودمه، کاغذ انداخت، برای چی من باید جلوی دوربین شما نوشته های خودم و خودم تکرار کنم؟ و من و از جلوی دوربین رفت کنار. کیارستمی خونه ما رو ترک کرد، منزل ما رو ترک کرد، پسرش وسایل دوربینش رو برداشت و جمع کرد و من در به فاصله اندی بعد به پسرش بهمن کیارستمی رو صدا کردم منزل خودم و نهاری ما خوردیم و امیدوارم خاطرش باشه که قطعا هست، برای اینکه اتفاق بسیار مهمی اونجا رخ داد. من به بهمن کیارستمی گفتم پدر تو یه دروغگوی بزرگ تاریخه. من اونجا اومدم که اعتراض بیستم به عنوان یک زن که حقوق من ضایع شده و من زن تمام متریال خصوصی زندگیم به عنوان یک اثر، چون کمم دیدم که دیگه تبدیل به فیکشن شد، به نام کیارستمی شد، تازه اومدم اعتراض کنم. پسر کیارستمی منزل من نیاوران بود، منزل پدر چیزر بود، به فاصله یک روب از اینجا تا به منزل پدر رسید، جمله منو تحویل پدر داد، به فاصله یک ساعت نشد تخریب سیستماتیک کیارستمی در سطح گسترده در شهر آغاز شد. روسپیه فرصت تحمل شهرت نداشته، شهرت طلبه، ظرفیت نداشته، بیمار روانیه، بهش اعتماد نکنید، قابل اعتماد نیست. خواهر من رویا رو صدا کرد و به رویا گفت جنگ مانیا با من جنگ افغانستان امریکای و شکست خواهد خورد و خیلی حرف زشتی هم به رویا زد به عنوان یک واسطه و یعنی به تهدید به سکوت کرد. باز من ایستادم و کار وحشتناک دیگه اتفاق افتاد. من داشتم اون موقع یک مستند در با زنان می ساختم، به سراغ فریده لاشایی رفتم، به سراغ بهشت صد رفتم و مسئله من طلاق و تنهایی و زن و کودک بود. به دلیل نفوذی که اون جایگاهی که داشت و نفوذی که در اذهان عمومی داشت اعلام کرد که این زن قابل اعتماد نیست و نذارید فیلم ها رو بگیر از شما بگیره و تمامشون به من گفتن ما اینا نمیتونیم تو این فیلم، یعنی اون راش ها و اون فیلم های زنانه که از 12 زن هنرمند من گرفتم، پروانه اعتمادی فقط در بین اونا زنده است به عنوان شاهد، که خیلی واقعا ازش ممنونم که خیلی حمایت کرد منو، گفت اشکال نداره بذار تو کمد، برو فیلم بعدی تو بساز. و اوکی. ولی کیا بودن این گروه؟
این اگه گروه کسی بهزاد امتیازش صدر نام بود ببره، فوت کرد، فریده لاشایی بود فوت کرد، منیر سیحون بود فوت کرد، و یعنی صدای جمعی از زنان رفت تو صندوق توسط عباس کیارستمی. یعنی به کی اجازه اعلام نداد. کرده بود؟ تو خبر داری اولین بار به کی بله اعلام بله کرده؟ خانم لیلی گلستان اعلام کرد، با اسم رسما هم میگم، به خانم لیلی گلستان اعلام کرد و به فریده لاشایی به من زنگ زد، که خیلی عجیبه که عباس کیارستمی من زنگ زده و گفته که شنیده که مانیا با دوربینش بهش اعتماد نکنید، داره از نام و اسم من استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه. خب حالا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ در اصل به یک نوعی بعد از اینکه کیارستمی دید که من به پسرش اعلام کردم، خب این احساس خطر کرد و من شقایق جان در تنهایی حذف شدگی بسیار دردناکی زندگی کردم، قابل بسیار درکه. دردناک. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ یک دست من وزارت اطلاعات بود و جنگ با وزارت اطلاعات، یک دست من عباس کیارستمی بود. اون موقع شقایق عزیز من نه هشتگ بود، نه تیوتر بود، نه سوشال مدیا بود، نه جایی بود که کمک بخوای، نه صدای زنی بود، نه حمایتگری بود. یک زن تنهای بی پناه، طلاق گرفته با یک مادر در یک خونه. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ من به کیارستمی خبر دادم، نه تنها که سکوت میکنم، بلکه نقشی رو که تو میخوای با نهایت تمکین ادامه میدم. چرا؟ اصلا امکان سروایو در اون بستر جامعه بهش نداشتم. زنگ زدی؟ نه نه، به دوستان اطرافش، به آدم ها، به خواهرم رویا گفتم، بگو سکوت میکنم، بگو در مورد هیچ چیز حرف نمیزنم، بگو ادامه نده، بگو خواهش میکنم تخریب رو گسترده نکنه. پروانه اعتمادی شاهده که چجوری منو جلوه، و بعد رابطه دوستی من با پروانه اعتمادی به هر حال چه اتفاقاتی افتاد شایعه کرد، چون پروانه اعتمادی از من حمایت میکرد شایعه کرد که ما رابطه جنسی با هم داریم. خیلی پیچیدگی های در جامعه روشنفکر اجتماعی، از همون اهرم های مردسالاری استفاده کنی که یک زن رو حذف سیستماتیک کنی، تخریبش کنی. هیچ حمایت و حمایتگری نداشتم، در اولین بدون رانوای تهدید. زندگی بودم. و بعد چه؟ و بعد این جدال من با کیارستمی، من که شرق جان اولین فیلم سینمایی بلندم و برای اینکه به کیارستمی بگم تخریب و گسترده نکن، به کیارستمی تقدیم کردم. من به که کیارستمی بود فکر کنم من نوشته بود بیست 20 انگشت، انگشتی. آره این سوال بعدی من بود، مرسی که رسیدی بهش. من سوال تقدیم بعدی اینه و کردم. بازم من بگم چقدر زمان داریم؟ ما یک رو زمان داریم، البته امیدوارم اگر لایو بیشتر بکشه میتونیم طولش هم بدیم، من نگرانم که نکشه. و سوال بعدیم دقیقا همین بود. بعد من اومدم دیدم که تو، چون یک بخشی از حمله هایی که متوجه تو میشه و سنگ هایی که پرت میشه اینه، تو فیلمی تقدیمش کردی، جایی به هر حال ازش قدردانی کردی، و بعدش هم حالا میرسیم به اون پیام آخر، الان نمیخوام بگم که نپری روز، ولی تو فیلم تو تقدیمش کردی. یه ذره برام از این بگو. ببینید من بیست انگشت رو در وقتی که در ساوپائولو بودم، اتفاقا به اتفاق احمد کیارستمی پسرش هم اونجا بود که معتقد خیلی روابطه، اما هیچ کس از جزئیات ماجرا با خبر نبود، نه به جز نزدیکانم. من اولین بار بعد از 2 سال قطع کامل ارتباط با عباس کیارستمی، بعد از ساخت بیست انگشت، اولین بار کیارستمی رو توی هتل برزیل در ساوپائولو دیدم. ایشون ورکشاپ داشت، من نمایش فیلم 20 انگشت داشتم. من به جلو رفتم و نگاه گفتم هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره، بلا فاصله، و واقعا بدنم لرزید. گفتم که میتونه الان به همه بگه که همون حرفایی که به جامعه ایران زده دوباره اینجا هم توی این فستیوال مطرح کنه، و حرف ایشون حرف رهبر دیگه، یعنی فتوا میدن. و من مجددا اصلا مثل یک جوجه پرپر شده، بعد تمام هویت زنانه و زندگی و مادرانگیم دوباره پایمال شد به یک نوعی توسط یک مرد و نگاه مردسالارانه و قدرتش. و رفتم سمتش، بهش گفتم که خوب یادمه عباس کیارستمی عزیز، من 20 انگشت رو به تو تقدیم کردم، ازت خواهش میکنم امشب بیا ببین، من در مورد 10 تا همین امروز هیچ حرفی نزدم، و در تمام مورد تمام اون اتفاقاتی که جایز نمیبینم در فضای مجازی بگم هیچ حرفی نزدم. اینکشو یکم داد عقب و گفت ورکشاپ دارم، سعی میکنم بیام. و هم من سعی کردم فراموش، دیگه من سعی کردم اون نقشی رو که اون میخواد، و وقتی که رفتم توی سالن انقدر ازش ستایش کردم و که بهش بگم، تو سالن بود، اومد فیلم و دید، که بهش بگم که اصلا موزه من اینه، نزنی قدرت سیستم سرمایه،
استثمارگر، نزنی بیشتر از این من تیرو کاری ندارم نزنی. به اینکه تو رو بزنی، به حرف دوستی یعنی که تو من میگی اصلا اونو بزنی مانیپولیت بسده. شدم و پذیرفتم و آگاهم که تو اصلا تو هستی که من اینجا، برای اینکه این کلمه رو دائم میگفت، تو قبل از من هیچ بودی، تو هویتی نداشتی، تو موجودیتی نداشتی. و وقتی که من به این بلک فمینیست های نازنین داستان ها رو به عنوان راز درد دل های زنانه تعریف میکردم و هم میگفتن مانیا این هیچ مادری، مادر دو فرزند بوده و با نهایت اسرانگری، با طلاقش، با جدال، با سنت، با ساختار یک زن بوده، همون هیچی بوده که کیارستمی زندگیش رو به هم کات زده و به دنیا معرفی کرده. تو هیچ نبودی، تو همه چیز بودی، تو یک زن بودی با تمام وجودت و با تمام تمامیتت و اون بوده که به دنبال تو بوده. اینو متوجه باش. سالها زمان برد که باور کنم من هیچ نیستم، من بی هویت نیستم، برای اینکه این دائم تو مغز من فرو میشد توسط یک ساحت مرد سالار که تو هیچ بودی قبل من، تو هویتی نداشتی، تو اصلا هیچی تو اینو نبودی. واضح نمیدونم هم بهت گفته بود فکر میکنم، بعد درسته؟ اینو به زبان خودش بارها گفته بود. بارها اصلا یه تکرار منیپوله، بارها اینو مطرح کرد. حتی فکر میکنم تو یک دو تا تو یک بین یک چند نفر، چندین بارم یکی دو نفرم تو خونش حضور داشتن که اینو وقتی من هر جا که اعتراض میکردم تو دهنی میخوردم، یعنی اصلا بحثی نبود، ترسناک بود، در حینی که واقعا ترسناک. ترسناکه. خب و بعد تا اینکه شقایق جان، من وقتی که ایشون فوت کرد من گریم کردم، من ماها گریه کردم، من به تمام من به سوگواریش رفتم، من میخواستم برم بیمارستان پاریس به دیدنش. میدونی شما چرا؟ با تمام رنج هایی که کشیدم و با تمام درد هایی که شامل حال من شد، زمانی که من سرطان داشتم ایشون اومد روی تخت من، یعنی بدو بدو اومدم بیمارستان، گفتم من نبینم بازیگر فیلم ده بر روی بستر بیمارستان روی تخت باشه. من فکر کردم احساس گناه داره و میدونه با من چه کرده و الان کنار من حضور داره. بهش گفتم میخوام فیلم دوران سرطانم رو بسازم و از فرداش هر روز، ببخشید که تون تون میگم، میخوام زمان رو بخرم، از فرداش دمیدم. هر روز استدیوی من بود و من فکر کردم چقدر احساس گناه داره و بخشیدمش، اصلا در مورد دهم هرگز صحبت نخواهم کرد. هر روز با چلو کباب نهار استدیو آتولیه من بود. روزی تو که اومد ایران. بله روزی که اومد صحنه مستانه مهاجر مجددا داشت 10 به اضافه 4 رو تدوین میکرد، صحنه بهناز جعفری رو که کچل کرده بودم و خودم با گروه هم رفته بودم، روزی که اومد اون صحنه رو یقه لباسش رو تکون داد اومد تو اتاق به من گفت ببین من همیشه به بازیگرهام بر میگردم، به نظر من بیا دوباره با هم بریم شمال، بیایم یه صحنه هایی رو بگیریم، بیا یه کارهایی رو بکنیم و دوباره این فیلم رو مثل 10 یا قشنگ مثل 10 بسازیم. من اونجا فرو ریختم، فکرم وای دوباره اون تروما تکرار شد. من رفتم خونه یک نامه‌ای براش نوشتم، فکس کردم، اون فکس رو همچنان دارم، روایت همه بستر چاپ میشه تو اون کتاب که عباس کیارستمی عزیز به تو رو جان اون روح مرتضی ممیز که با سرطان مرد اجازه بده این فیلم رو چنانچه خودم زنده موندم تدوین میکنم، وصیت میکنم به پدر و مادرم اگر مردم تو تدوین کن. شقایق عزیز من از فردا نیومد استودیوی من، من دوباره شکستم، فهمیدم تمام این دوران برای من زن بی پستان سرطان زده شیمی درمانی شده نبوده، قدرت یعنی این، احساس گناهی هم در میان نبوده، دلسوزی هم در میان نبوده، مهرتی چی نبوده، بلکه هدف اون راشا بود. فیلم های زندگی زن سرطان دوباره ببره به دنیا نشون بده که حالا بازیگر فیلم 10 سرطان شده. و بعد از اینکه ندادم و خودم تدوین کردم، مجددا تخریب بعدی شروع شد به شیوه دیگه. فیلم سازی بلد نیست اصلا، یکی از بد جلوی روی من گفت، یکی از بدترین فیلم های تاریخه که دیدم، همون راشهایی رو که میخواست تدوین کنه و همون راشهایی رو که پیشنهاد داد که بیاد با هم تمومش کنیم و چون گفتم نه حذف شدم دوباره. قدرت یعنی این، قدرت خیلی چیز خطرناکیه. چقدر خوبه که این نامه رو داری و چقدر خوشحالم که داری منتشرش میکنی، اینا واقعا سنده و مهم. این که بگم من گریه کردم، چرا گریه کردم شقایق عزیزم؟ چرا بعد فوتش گریه کردم؟ ماها گریه بعد کردم. از مرگش فکر میکنم توی این مصاحبه کردی بله توی بی بی بله سی اگه اشتباه بله نکنم، و توی تمام یک بازار داشتش رو رفتم، میخواستم برم بیمارستان دیدنش، میخواستم برم چشم در چشمش نگاهش کنم،
به من یک تلفن کرد در اواسط بیماریش بود که خب به عنوان یک انسان ناراحتشم بودم. زنگ زد به من، میدونی چه جمله به من گفت؟ میدونی چقدر من در از خورد شدم و ویران شدم؟ گفت تو هرگز نفهمیدی، من 25 سال بود به هیچ زنی در سینمام نگاه نکرده بودم. سینمای من سینمای مرد و پدر و کودک بود. اولین زنی بودی که 90 دقیقه دوربینم و جلوش بستم و به دنیا ارائه دادم. 90 دقیقه صورت تو رو به دنیا ارائه دادم و تو به پسر من گفتی من دروغگوی بزرگ تاریخم، در صورتی که من تو عشق منو به خودت ندیدی. دوباره این من بودم که نفهم بودم، بیخرد بودم، نادان بودم، ناآگاه بودم که عشق یک مرد رو، عشق یک قدرتی رو مثل کیارستمی نسبت به خودم ندیدم که 25 سال ایشون به هیچ زنی در فریم سینماش نگاه نکرد و در نهایت من باید تعظیم میکردم که کرده بودم 20 سال تعظیم میکردم که و بعد از این اتفاق معلومه که تازه من احساس گناه داشتم. میدونی چقدر روانکاوی کردم که روانکاوم متقاعد کنه مانیا جان این جمله آخر جهت سکوت کرده، خب مرگش بوده که من یک عاشقی بودم که تو نفهمیدی، که تو شعورشو نداشتی، که تو درکشو نداشتی. باز تو یه زن نفهم نادان جنس دوم مقصری، باز تو متهمی که من عشق من مرد در اینجا رو درک نکردی و نفهمیدی که من صورت تو رو 90 دقیقه کلوزابتو به دنیا ارائه دادم و حالا مهمی خفشو انجام بدم و حالا خفشو و برو با احساس گناه دیل کن که عشق من رو دریافت نکردی و به پسر دقیقا. من گفتی من دروغگوی بزرگ تاریخم. دقیقا. خب از اون طرف هم واقعا میبینیم، من میتونم ببینم که خب این منیپولیت واقعا عظیمی رو که داری میگی و پیچیده اونم از سمت یه همچین آدمی در این جایگاه قدرت، اما چه میزانم استراب به گزارش خودت این چیزی رو که داری میگی، چه میزان استراب هم اون بر وجود داشته که در دقیقه 90 هم همچون چیزی گفته؟ چون این جمله بدون تردید همین معنی رو میده که تو گفتی، دقیقا همین معنی رو میده. یعنی تمام اون تخریب، گویا اینکه من اصلا هیچ فهمی نداشتم از اینکه چه اتفاقی افتاده، گویا اینکه من اصلا نفهمیدم که تو این هم من تخریب کردی، این هم منو زدی، فیلم های خصوصی منو برداشتی، تدوین کردی و به هیچ کس نگفتی و گویا همه این های دروغه و من اینقدر احمقم که این رو نفهمیدم و باز اینقدر احمقترم که نفهمیدم. تو با این موقعیت تازه عاشق منم بودی و من میدونم این واقعا و شما چه تأثیری میتونه بذاره. من باید اینجا تشکر کنم از جنی دو، بل دو و خیلی از این دوستان بلک فمینیز من که من به عنوان راز و دل و درد و دلهای زنانه با اشک چشم برای اینها توضیح دادم و اینا تلاش کردن یک نوری رو بتاپونن با تئوری، یعنی آمیختگی تئوری و تجربیات، با متولوژی، با روشمند بودن، با بررسی موقعیت‌های کیفی کمی ساختار مردسالارانه منو متوجه کنن. خیلی دردناکه که به من بگن 20 سال در یک رابطه ابیوسیو بودی، 20 سال ابیوس شدی، فرزندت، خواهرات، خودت و زندگیت، و با صدای بلند اول خودت بپذیر که آزار دیدی، خشونت توسط قدرت نصیبت شده، ساز با بررسی ساختارهای پسااستعماری، قدرت‌های هنرمندان، قدرت‌های سرمایه‌داری و کالاسازی از زن، من متقاعد شدم به تدریج. سخت بود بپذیرم آزار دیدم، سخت بود بپذیرم که ابیوس شدم، سخت بود با صدای بلند به عنوان یک زن این رو به خودم اعتراف کنم. خب اینا پیچیدگی داشت شغل جان، 20 سال طول کشیده تا من الان نشستم تونستم تو یک لایف علیه یک قدرتی مثل عباس کیارستمی با یک زنی چون تو حرف بزنم. این مسیر ساده نیست و بعد من الان یک با یک جهان عشاق روبروم، نه فقط در داخل ایران فارسی زبان، ایشون برای فرانسوی ها خداست، جنگ کوچکی نیست، جنگ جهانیه. جان میخوام توان پشت همچین حقیقت ایستادن، جان می مسئله من نیستم شقایق جون، مسئله صدای من نیست، مسئله اشخاص، مسئله زاده های کیارستمی، پسران کیارستمی برای من نیستن. من یک متافوریم از نمایشی از بیشمار زن در تاریخ،
از نمایش استثمار نگاه مرد سالاری چنانچه من بیام جلو و حرف بزنم گشایش صورت میگیره و وقتی این گشایش صورت بگیره این سیستم معیوب مرد سالارانه مسلط توسط این مشاهیر تکرار نمیشه و این آگاهی امیدوارم. ترویج میشه. ببین در ببخشید این که این احساساتی چیزی میشم چون چیز ساده احساسات تو نیست. مهمترین چیزیه که وجود داره و این موتور حرکت رو روشن نگه میداره برای دادخواهی. احساسات ما مهمترین مسئله است، اما اگر من اول صحبت گفتم سعی میکنم بحث رو نگه دارم بخاطر اینکه میدونم چقدر عواطف پیچیده سوار روی این و کاملا به حق روی دوش تو و من دلم میخواد که یه بار شفاف خود خط داستان شنیده بشه. این فقط به این بخش صحبتت اضافه بکنم، این چیزی که تو داری میگی در واقع این مسئله، این داستان همه ما زنانه به یک عبارتی در واقع که مسئله زنانه هست، به میزان اینکه پیچیدگی، به میزان اینکه اون آن فرد سوء استفادهگر در قدرت، پیچیدگی سوء استفاده و اون رابطه ابیوسیو شدیدتر، جنبه های پیچیده تری داره. به همین دلیل اصلا پذیرفتن دادگاه های بعضی از کشورها که زمان شکایت رو برسونن به 15 سال، زمان شکایت رو برسونن به 10 سال. وقتی میگیم این پیچیدگی رو داره، یعنی زمان نیاز پیدا، نه زمانی باید بگذره تا اصلا بشه قربانی این تیکه ها رو به هم بچسبونه سر و پا بشه و بیاد حرف بزنه. به باور من فاصله جغرافیایی که حتی تو گرفتی، مثلا برای خود منم هم یه همچین چیزی، فاصله جغرافیایی حتی از اون مکانی که درش این ابیوز پیچیده اتفاق افتاده کمک میکنه و حلقه فمینیستی، اون حلقه امنی که بهش اشاره کردی، یادم تو گفتگو با منم چند بار بهش اشاره کردی، گفتی من رسیدم به حلقه امنی از فمینیست ها در انگلستان و تازه تونستم فرموله بکنم مثلا. و میخوام بگم که این فقط هم در مورد تو نیست، در مورد همه زنان تقریبا همینه که تا نرسن به یه حلقه امنی که بتونن کمکشون بکنه که مسئله روی میز بچینن، ابعاد مختلفش رو ببینن، بسیار سخت میشه براشون تا قبل از اون که بفهمن اصلا به چه نحو بوده یک بار مسئله یک دست بشه براشون از این پیچیدگی هایی که تو قبلش باهاش درگیر بودی که آیا من احمق بودم و این واقعا عاشقم بوده، پس این همه که من شکنجه شدم چی بوده، پس این همه که من از کار بیکار شدم، پس این که من تن و جسمم مریض شد از شدت استراب توی اون کشور چی بوده، پس این که فیلم های من این طور از من گرفته شد چی بوده، و اصلا مگه میشه، اصلا مگه نمیشه بین تمام این عواطف و اون فضای گنگی که به درستی بهش اشاره کردی یک آدم عبوزه نگه میداره. فقط من اینو تمومش بکنم، من فقط اینو تمومش بکنم، میخوام بهت بگم که این یه تجربه مشترکه و برای تو کاملا این در واقع این حق وجود داره و بدیهیه برای هر انسان منصفی که در دل این پیچیدگی ها دست به انتخابای متفاوتی زدی. این هیچ چیزی از اصل ماجرایی که داری روایت میکنی که مسئله ابیوزه و مسئله خشونت طولانی مدت کم نمیکنه. بگو نکتت عزیزم. میخواستم یه نکته خیلی مهمی بگم. در اصل این فیلمی که خیلی نکته مهمیه، عباس کیارستمی، این دو حلقه فیلمی که دست بهمن کیارستمی پسرش بود، سالها به دنبالش بود و بعد از اینکه ارتباطات کاملا قطع شده بود و فهمیده بود که من جزء به هر حال دیگه مریدان و یا طرفداران نیستم، تماسی گرفته بود به توسط یه راوی که اون دو حلقه پیش شماست، گفتن پیش من نیست، پیش پسر خودتونه. کدوم دو حلقه؟ من خیلی نفهمیدم، یه ذره شفافش کنید. همون دو میکنم. حلقه که بهمن حضور داشت و که الان یکیشو احمدش به اشتراک گذاشته و یکی دیگرش هم نمیتونه به اشتراک بذاره چون رویا جلوی دوربین بهمن گفت برای چی من باید بخونم، و خب الان هر دو برادر با هم مهربان شدن و بهمن بعد از 20 سال پشت صحنه است. بله، نه مثلا داریم تمرین میکنیم، مثلا پشت صحنه، مثلا که هیچ وقت هم از این تصاویر استفاده نشده. و جالبه بدونید که اگر که این حلقه رو عباس کیارستمی داشت، هرگز 10 روی 10 رو نمی ساخت و احتیاج نداشت، برای اینکه اینم الان کات میکرد میزد به این صحنه هایی که داره. در پسرش در اختیارش نذاشت، برای اینکه من به بهمن گفتم پدرت یک دروغگوی بزرگ تاریخ و با پدر درگیر شد. بهمن اون موقع تقریبا مدافع حقیقت بود مثلا، حالا الان ممکنه که به حال نگاه مردسالاری انقدر در جامعه ایران اشراف داره که ممکنه که الان قطعا
مدافع نگاه پدر باشه و یا برادر، و اصلا برای من عجیب نیست یه خانواده از هم حمایت کنن به اون شیوهی که به هر حال درگیرم هستن بین خودشون. رو هم حساب علت گفتگوی ما اینجا این بود که من میخوام این نکته خیلی مهم رو بگم. نیروی سرکوبگر که میخواد صدای حقیقت و صدای معترض رو سرکوب کنه، اون اهرم جامعه مرد سالاری، احمد کیارستمی میاد این فیلم رو شعر میکنه و جامعه فمینیست های غرب، بله درست، درسته. و جامعه فمینیست های غرب و فمینیست های ایران به من میگن مانیا وقتشه که حرف بزنی. برای اینکه و خودش به یک نوعی میخوام بگم وقتی حالا چرا این اینو الان منتشر میکنن شرق جان، برای اینکه میخوان با فشار اذهان عمومی منو مجددا به سکوت وادار کنن، با فشار اذهان عمومی دوباره من در اون تاریکی قرار بگیرم، ترس ها، هجمه ها، توهین ها، تحقیر ها، فرصت طلبی، بیمار روانی، دروغگو، فریبکار، چرا بعد از 20 سال داره حرف میزنه، چرا قبلا نگفته، من دوباره سکوت کنم. اما سکوت نخواهم کرد کرده شهر جان، من تا انتهایش این بار خواهم جنگید، نه برای خودم، نه برای جنگ با یک شخص چون احمد یا بهمن یا زاده ها، جنگ برای یک جامعه زنان، یک جامعه خفه شده زنان. اینو با تمام دمت گرم وجودم میگم و بدون تردید این در آینده چند سال بعد که خیلی از زنان پشت سرشون نگاه میکنن بدون هیچ شکی از نظر من تاثیر این کاریه که تو و کسانی مثل تو که با قدرت های انقدر دیگه اسطوره شده در میفتن خواهند دید، زنان دیگری خواهند دید و من شخصا با از تو ممنونم برای این کاری که داری انجام میدی. و من مرسی که به سوالای من جواب دادی، واقعا این سوالی بود که من در خیلی از جاهاش برای من فکر می‌کردم برای من نامفهوم و ممکنه برای دیگرانم نامفهوم باشه. مجموعه سوالایی بود که به مجردی که من دیروز پستتون رو پیروز منتشر کردم باز باهاش مواجه شدم. یک چیزی هم من در واقع میدونم که خیلی این داستان نکته داره که ما الان خلاصش رو گفتیم، ولی مثلا یکیش برای من خیلی مهم بود بین همه اون چیزا، مثلا اون خبرنگاری که اومده و به تو گفته بود آیا تو هاشف هدفون توی گوشت بوده، کاش که اینم برام بگی یک چیزهایی که اینطور دور داستان جالبیه. مرسی که یادم انداختی، مرسی که یادم افتاد، چون اینها شفاست، شفا بخشه هم برای من هم بخشی از زینی از زنان. ببینید من در 20 انگشت نمایش داشتم در یک سینمایی در پاریس، یک خانم منتقد ترک با موهای بسیار بلند زیبای سفید و سنی ازش گذشته بود، از من اولین سوال دستشو بالا کرد گفتش میتونم من از شما خواهش کنم که چرا در فیلم ده شما دائم دستتون به روسریتون بوده و هی روسریتون رو میکشیدید جلو. من اونجا به عنوان مخاطب خب یک حرفی گفتم، حقیقتش واقعا حقیقت با ماجرا اصالت ماجرا برای این بود که من در وقتی که رانندگی میکردم چندین بار روسری افتاد ماشینم رو توقیف کردن، موتوری میزد به در ماشین یا میپیچیدن جلوی ماشین، ماشین رو میخوابوندن یا ماشین رو توقیف کردن یا خودم رو میگرفتن. حالا این بارم که یه دودونی فسقلی گاهی اوقات توی ماشین داشتم گاهی اوقات هم نداشتم، خب دلنگران این بودم که جلوی منو بگیره و مسئله حجابم بود. یوهوی عصبانی شد و فریاد زد وسط سالن، اون خانم همچنان هست و اون خانم یکی از حمایتگران جدی منه و فریاد زد وسط سالن که کیارستمی یک دروغگوی بزرگه که حجاب زن، درد زنانه و رنج زنانه را مصادره کرده و من شوکه شدم که ماجرا چیه، ترسیدم. گفت برای اینکه من ازشون مصاحبه گرفتم ایشون گفته هدفون صدای من توی گوش مانیا اکبری بوده و من برای اینکه صدا هدفون دیده نشه و من توی یه ماشین دیگری بودم بهش گفته بودم روسری تو حواست باشه که نره عقب این هدفون توی گوش دیده نشه. خلاقیت میخواد واقعا که تو درد رنج زنانه یک جامعه رو که حجاب زنانه بکنی از آن خوده، که علت این که من روسریمو میکشم برای که صدای مردی داره در گوش من زن جملاتم رو به من میگه و یا به من میگه چیکار کن، یعنی داره من کارگردانی میکنه. و من اونجا شوک شدم که اصلا در روز ما هدفون در گوش من که تو در یک ماشین دیگری باشی، آخه این قدرت واقعا چی میخواد از جان این زن که میخواد حتی جملاتش هم در بستر جهانی تصاحب کنه و بگه من بودم که در گوشش نجوا میکردم، من بودم که در گوشش میخوندم. و من همونجا واقعا خوشگم زد و گفتم که والا من نمیدونم چی بگم، شاید مترجمشون اشتباه ترجمه کردن.
و بعد اومد سراغ من، رهام نکرد. من اینکه زن فمینیست و اکتیویست رو گفت ما با هم کار زیاد خواهیم داشت، که حالا اسمش هم جایز نیست ببرم، چون یکی از اشخاصی که به هر حال از لحاظ حقوقی و قانونی و این مسیر رو به شدت با من همراهه. و بگذریم، و من وقتی که برگشتم ایران زنگ زدم به ایشون، زنگ زدم ببینید بعد از بیست انگشت بود تعهد و قول داده بودم، که گفته بودم، گفتم خواهش ازتون میکنم دروغ هایی که به دنیا میگید حداقل به منم بگید که حرفامون دوتا نشه، که من اونجا واقعا، یعنی دیگه شما فکر کن به کسی که تو رو سالها ابیوز کرده و زندگی تو مصادره کرده بگی خواهش میکنم ازت دروغ هایی که میخوای، منیپولیشنی که داری، سوء استفاده از حجاب زنانم کرده داری، به بنده بگو، منم این همون حرف رو به دنیا بدم. بله گفتم به تلفنی. بعد برگشتم گفتم شما به دنیا گفتی که به خانم منتقد گفتی و چاپ هم شده که هدفون در گوش بنده بوده و حجاب منه که میکشم جلو که میترسم از ماشینای بغلی، و من میرم میگم حجابم بوده، بعد میگن کیارستمی گفته هدفون تو گوشت بوده، کیارستمی دروغ میگه یا شما دروغ میگی. بعد ایشون برگشت گفت کی اصلا، من همچه حرف زدم کاملا دروغ، دروغ محض، و نفی کرد اون موقع، در صورتی که بعدا ما الان پیدا کردیم اون جملاتی که گفته، و خود این خانوم برای من همه رو آرکایو کرده که جملاتی که در مورد این فیلم گفته. و خب این تکان دهنده است که تو چگونه این بازی رو به با یک بعد شقایق جان، من اگه یک زن موبلوند چشم آبی غربی بودم هرگز این اتفاق بر من نمی افتاد. به همین دلیل تجربیات خانم ژیلیوت بینش با خانم مانیا اکبری متفاوته، برای اینکه سیستم مرد سالاری عدم حقوق تو رو شناسایی میکنه در جامعه اسلامی و جامعه ایدولوژی زده دیگه، درسته کاملا تجربیات رو من کردم، میگه باید میتونم با خانم دیدنش نمیتونم چون در فرانسه است و قانون پدر منو در میاره بدون تردید. خب انتخاب میکنه با کی این کارو بکنه، با در کدوم جغرافیا باشه، به چه میزان عدم دسترسی داشته باشه، حتما این کار انجام میشه. من بازم ازت خیلی ممنونم، یعنی واقعا از نظر خودم بگم تو واقعا وارد یک کارزار هم مهم هم بسیار پیچیده ای شدی. شخصا برات با از صمیم قلبم و با تمام وجودم آرزو میکنم که بدون سخت با سختی کمتری پیش بره و کمتر احساس تنهایی بکنی توی این مسیر. برای من که مهمه کاری که داری انجام میدی، مطمئنم برای خیلی های دیگه هم همینطور هستش. آخر گفتگون هر چیزی که دوست داری بگو، به اضافه این که اولا که اگه اجازه بدی من یه عذرخواهی بکنم که اگر که احساساتی شدم و صدام بالا پایین رفت و یا من نیازی نیست برای این چرا، به هر حال چیز ساده نیست، سالها رنج و سختی کشتم تا تونستم به این راحتی بیام رو به روی تو و سطح صدا و سطح تصویر، و واقعا تک تک شماها و بچه‌ها و همه این اشخاصی که برای حقیقت می جنگن و برای صداهای خفه شده و برای سرکوب و در حال شناسایی لایه های خطرناک قدرت در پشت این مشاهیر هستند، و این چقدر اسطوره بزرگ جامعه ای در از میتونه سروایو کنه، جامعه میتونه ارتقا پیدا کنه، جامعه میتونه به عدالت و دادخواهی برسه که اسطوره نداشته باشه. یعنی این که ما برسیم به این نقطه، من نکته ای هم بگم، امروزه فهمیدن که خب چیز عجیبی نیست، در دادگاه متوجه شدن که فوکو به هر حال با کودکان الجزایر رو اینا رو ریپ میکرده، و خب تاریخ قبل در دادگاه ثابت شد، شاکیان وارد دادگاه شدن و تعریف کردن خاطراتشون رو، و غرب اومد گفت خب ما این رو به تاریخ اضافه میکنیم، تصمیم گیری با نسل آینده، وظیفه منه که اینو به تاریخ اضافه کنم، تصمیم گیری با نسل آینده. خیلی خیلی جمله مهمی بود، تصمیم گیری با نسل آینده است بدون تردید. ما در میتو هم به همین معتقدیم، تصمیم گیری با نسل آینده است. و بازم ازت ممنونم، باز چند دقیقه بذار، چند دقیقه دیگه هم بهش اضافه کنیم با اینکه لایف طولانی شده، فقط بخواب تو این چند دقیقه هر اون چیزی که فکر میکنی لازمه خیلی کوتاه و دلت میخواد بگی و هنوز جا مونده از در واقع نمیخوام بگم پاسخ یا توضیح، من تو رو مسئول یا هیچ راوی رو مسئول پاسخ به کسی که بهشون سنگ میندازن نمیدونم، اما اگر چیزی لازم میدونی در پاسخ این حمله ها، اگر دلت خواست پاسخ بدی به بخشی بسیار مهمی که وجود داره شقایق جان،
آنها که حمله می کنند به صدای زنان و گشایش حقیقت و حمایتگر ساختار مرد سالاران، خودشون بخشی از اون سیستم قدرت و مرد سالاری هست. و من آسیب نمی بینم چون این سیستم رو می شناسم. به محضی که شما شناسایی می کنید، می تونید ترغیب کنید، می تونید ببینید، می تونید تفکیک کنید اون سیستمی که زنی رو متهم میکنه به فرصت طلبی، به دیده شدن، به خودشیفتگی، به بیمار روانی، به روسبی، به خرابه، به خودخواهی. این سیستم، سیستم شناخته شده تکراریه برای ما در تاریخ، چیز جدیدی هم نیست و برای من اصلا عجیب نیست. اشخاصی که در تلاش سرکوب من و در تلاش سرکوب امثال من هستند، بخشی از اون هژمونی قدرت هن. بخشی از اون ساحت مرد سالاری هن. ممکنه جنسشون حتی زن هم باشه. مسئله ماین و ذهنیت، ذهنیت مرد سالاران است. ذهنیت زن ستیزان است. 20 سال سکوت من علتش چی بود؟ علتش بستر جامعه بود که آماده نبود و حمایتگر نبود، بلکه میتونستم کشتشم از لحاظ روانی و از لحاظ سیستم ساختاری در یک جامعه ای که بیپناهی و زن جنس دومه در بستر جامعه اسلامی. چه از لحاظ حقوقی شما دارید میجنگید، زنان بیشماری در داخل ایران دارن میجنگن و آگاهی و و بعد ما با این نگاه تجربیات شخصیمونه که میتونیم دردهای جمعی رو درمان کنیم. یعنی ما اینو فراموش نکنیم، تجربه شخصی مانیا اکبری با عباس کیارستمی تجربه شخصی مانیا اکبری با عباس کیارستمی نیست، تجربه یک جامعه آسیب دیده از قدرت مردسالاریه، تجربه جمعیه. وقتی من الان اینجا دارم صحبت میکنم، صحبت از شخص نمیکنم، صحبت از یک درد جمعی تاریخی می کنم، صحبت از یک حافظه دردمند تاریخی می کنم که حذف شده، آسیب دیده، ایستاده، جنگیده، ادامه داده، بی دست و پا شده، معیوب شده، اما باز ادامه داده. و بعد ادامه دادن ها بوده که شاعر جان تمکین، تکوین و تغییر و آگاهی تولید کرد. بدون تاکید خیلی من ازت ممنون ممنونم تو از... و روی ماه همه تو خیلی دوستم و متشکر که این بحث رو آماده کرد. قربونت برم، خیلی ازت ممنونم که اومدی و اگه لازم باشه هر زمان دیگه هم حتما میتونی با هم گفتگو داشته باشیم. خیلی ازت ممنونم. ارادت. ممنونم ازت. خدا نگهدارت. ممنون از همتون که همراهمون بودید. خدا نگهدار.